آیا می دونستید ملکه فرح پهلوی یکی از خوش لباس ترین و خوش پوش ترین ملکه های جهان هست که در طراحی لباس های او طرح‌های سنتی و انواع بافت های پارچه های اصیل ایرانی به کار گرفته شده و با استایل امروزی ترکیب زیبا و هنرمندانه ای پیدا کرده و جذابیت هنر اصیل ایرانی رو در نشست های رسمی دولتی به کشورهای جهان نشون میداد. اما طراح این لباس ها چه کسیه؟ برای آشنا شدن با طراح هنرمند لباس های ملکه فرح دیبا با این ویدیو همراه باشید. ممنونم که کانال تاریخنامه رو برای اضافه کردن اطلاعات تاریخیتون انتخاب کردید. کیوان خسروانی متولد 1318 در تهرانه. اون تحصیلاتش رو در رشته معماری در سال 36 در دانشگاه بروکلی آمریکا آغاز کرد. بعد از یک سال به دلیل علاقه به اقامت در ایران برگشت و در سال 41 در مقطع فوق لیسانس معماری در دانشگاه تهران زیر نظر هوشنگ سیحون فارغ التحصیل شد. او با استفاده از بورس دولت فرانسه 2 سال در مدرسه عالی هنرهای زیبا تحصیل کرد. در سال 43 اولین نمایشگاه کروکی‌های معماری ایران و اروپا را در شهر دانشگاهی پاریس برگزار کرد. در سال 45 دوره ترمیم آثار باستانی را از دانشگاه معماری روم به پایان رسوند و در سال 46 به ایران برگشت. در اولین جشن هنر شیراز نورپردازی تخت جمشید، حافظیه و دیگر آمفی‌تئاترها را به عهده گرفت. به دلیل علاقه به صنایع دستی ایران 13 سال در زمینه احیای پارچه بافی سنتی ایران کار کرد که در این زمینه بسیار موفق بود و او را به عنوان یک طراح لباس شناسوند. برخی از طرح‌های او جزء کلکسیون دائمی موزه مد پاریس هستند. او که عاشق آثار باستانی ایران بود در سال 56 در اعتراض به تخریب بافت شهری اودلاجان به بهانه نوسازی نمایشگاهی از کروکی‌هاش را از محله‌ها و بناهای ویران شده ایران در این محله قدیمی تهران برگزار کرد. او خودش گفته در اعتراض به این خرابی‌ها و تخریب آثار باستانی بود که 13 سال از حرفه و تخصص اصلی خودش دست کشید و به طراحی لباس پرداخت. او با اینکه معمار توانمندی بود اما در طراحی لباس شهرت جهانی بیشتری کسب کرد. کیوان اولین طراح لباسی بود که پوشاک لوکس امروزی رو با استفاده از هنر سنتی و اصیل ایرانی طراحی میکرد و از اونجا که با شهبانو فرح حتی قبل از ملکه شدنش آشنایی داشت او رو تبدیل به اولین مدل لباسهای خودش کرد که در دیدارهای مهم به تن میکرد. 13 سال ملکه فرح اولین کسی بود که لباسها و طراحیهای او رو به تن میکرد. کیوان خسروانی بوتیک نمبر 1 رو در خیابان ثریا یا سمیه امروزی و پوشاک لوکس ایران رو از انحصار برند خارجی بیرون کرد و خودش به کیوان نمبر 1 معروف شد. کیوان بعدها به فرانسه مهاجرت کرد و معمار افتخاری پروژه طراحی داخلی مسجد جامع پاریس شد که در این طرح زیرزمین مسجد رو به شبستانی ایرانی تبدیل کرد. کیوان به همراه کامران دیبا کلوپ 29 رشت رو تأسیس کرد. کلوپی که معماران موجنو و آوانگارد بیشتر در اون عضویت داشتند و البته حرف و حدیث هایی هم پیرامون برخی اعضای این کلوپ رواج داشت. او به همراه فرح پهلوی که خود دانش آموخته فرانسه بود بنیاد فرح رو تأسیس و طرح‌های نو و جدیدی رو در اون بنیاد جامعه عمل پوشوند. محل بنیاد فرح پهلوی در سابق در تقاطع خیابان پاسداران شمالی با لواسانی بود. سازه 22 طبقه فولادی که در زمان خودش طرح خاص و سنگینی به حساب می اومد و در اون مقطع متوقف و بعد از پیروزی انقلاب در اواخر دهه 70 شروع به بازسازی شد و به سازمان کشتیرانی ایران تحویل داده شد. این هنرمند توانمند ایرانی اکنون در 84 سالگی در فرانسه زندگی میکنه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و ممنون میشم که با لایک و کامنتاتون به ما انرژی بیشتری بدید.